فرض کنید وارد یه محیطی میشید که میلیون‌ها گلوله تو جهت‌های مختلف شلیک شدن. بعضی‌هاشون اندازه یه دونه گندمن، بعضی‌هاشون اندازه یه توپ فوتبالن، بعضی‌هاشون هم به بزرگی یه ماشینن. سرعتشون هم چند برابر سرعت گلوله‌های معمولیه. من که اصلاً دلم نمیخواد پامو همچین جایی بذارم، اما فضای اطراف زمین یه همچین محیطیه، پر از زباله‌های فضایی با سرعت‌های خیلی بالا که به هر چیزی که برخورد کنن میتونن نابودش کنن. تو این ویدیو میخوام یه بررسی کنیم ببینیم زباله‌های فضایی چی هستن و چجوری به وجود میان، تعدادشون چقدره، دارن بیشتر میشن یا کمتر میشن، چه خطراتی برای فضاپیماها یا حتی آدمای روی زمین دارن، ماهواره‌ها با وجود یه همچین خطر بزرگی چجوری دارن به کارشون ادامه میدن و اینکه چه راه‌هایی برای مقابله با اینا وجود داره. مشکل زباله‌های فضایی میشه گفت از همون زمانی شروع شد که اولین ماهواره‌ها پرتاب شدن. سال 1957 شوروی اولین ماهواره جهان رو وارد مدار زمین کرد به نام اسپوتنیک که یکی از مهمترین اتفاقات تاریخ انسان بود. اسپوتنیک کمتر از یک ماه بعد از پرتاب سقوط کرد به سمت زمین و بعدش هم تو اتمسفر زمین سوخت و از بین رفت. اما راکتی که این ماهواره رو پرتاب کرده بود شد اولین زباله فضایی. از همون زمان یه رقابت طولانی برای پرتاب ماهواره‌ها به وجود اومد که 60 70 سال ادامه داره. رقابتی که هرچند باعث پیشرفت‌های خیلی زیادی شده، اما یکی از عوارض جانبیش همین زباله‌های فضایی هستن که اطراف زمین رو تبدیل کردن به یه میدون جنگ خطرناک. آمریکا و روسیه کشورهایی‌اند که بیشترین مقدار زباله‌های فضایی رو تولید کردن. بعد از اینا چین رتبه سومه. برای اینکه یه درک بهتری داشته باشیم از زباله‌های فضایی و ماهواره‌ها میتونیم از این سایت استفاده کنیم که لینکش رو زیر ویدیو گذاشتم. نقاط قرمز رنگ ماهواره‌ها هستن که تعدادشون نزدیک 5000 تا میشه که تقریبا نصفشون فعالن، نصفشون غیر فعالن. نقاط آبی راکت‌هایی هستن که برای پرتاب این ماهواره‌ها استفاده شدن اما الان جزو زباله‌ها محسوب میشن. من قبلا فکر میکردم پرتاب ماهواره‌ها طوری انجام میشه که باقی مونده هاش، یعنی همین راکت ها و بوسترها، وقتی که جدا میشن همشون دوباره میفتن رو زمین. اما مشخصه که همیشه هم این اتفاق نمیفته. الان چند هزار تا راکت بی مصرف اطراف زمین دارن میچرخن. نقاط خاکستری هم که بقیه ی زباله ها، رو هر کدومشون که کلیک کنید هم میتونید مدار حرکتش رو ببینید، هم خیلی از مشخصات دیگه شو. جالبه که زباله ها هم هر کدومشون یه اسم مشخصی دارن که دلیلش رو جلوتر توضیح میدم. طبق آماری که ناسا سال 2021 منتشر کرده، الان چیزی حدود 23000 قطعه زباله اطراف زمین وجود داره که اندازهشون از 10 سانتیمتر به بالاست. حدود 500000 قطعه هم با اندازه کوچکتر وجود داره، یعنی 1 سانت تا 10 سانت. تقریبا 100000000 قطعه هم زباله های کوچکتر از 1 سانت هست. سرعت حرکتشون هم وحشتناک بالاست. تقریبا 10-20 برابر از سرعت گلوله بیشتره. یعنی میتونن تا 25000 کیلومتر در ساعت هم سرعت داشته باشن. بعضیاشون قطعات ماهواره‌هایی هستن که با همدیگه یا با زباله‌های دیگه برخورد کردن و خورد شدن. بعضیاشون ماهواره‌های مرده‌ان که دیگه کار نمی‌کنن. بعضیاشون هم راکت‌ها یا بوسترایین که برای پرتاب ماهواره‌ها استفاده شده بودن. وزارت دفاع آمریکا با همکاری ناسا و سازمان‌های فضایی دیگه تا الان تونستن چیزی حدود 27000 تا از زباله‌های فضایی رو شناسایی کنن. یعنی مدارشون، ارتفاعشون، سرعتشون، اینا همه رو با روش‌های مختلفی از جمله رادار به دست آوردن و فهرست بندی کردن. بیشتر اینا زباله‌هایین که از 1 سانتی‌متر بزرگترن، چون ردیابی زباله‌های کوچیک‌تر تقریبا غیر ممکنه به خاطر اندازه خیلی کوچیک و سرعت خیلی بالاشون. اما مسئله مهمی که در مورد زباله‌های فضایی وجود داره، یه اتفاقیه به نام سندروم کسلر یا اثر کسلر که سال 1978 از طرف یکی از دانشمندان ناسا به نام دونالد کسلر مطرح شد. خلاصش اینه که برخورد یه زباله فضایی به یه ماهواره باعث میشه اون ماهواره نابود بشه و صدها یا هزاران قطعه زباله جدید تولید بشه. مقدار زباله‌های فضایی به صورت تصاعدی رشد میکنه. هرچی تعدادشون بیشتر میشه، سرعت رشدشون هم بیشتر میشه. چون هر ماهواره تبدیل میشه به چند هزار زباله
که هر کدومشون میتونن یه ماهواره دیگر رو نابود کنن و دوباره چند هزار تا زباله دیگه تولید کنن. کار به جایی میرسه که بعد از یه مدت مدارای نزدیک به زمین عملاً تبدیل میشن به یه قبرستونی از زباله‌های فضایی که تراکم خیلی بالایی داره. این قضیه تو بهترین حالت باعث میشه هزینه قرار دادن ماهواره تو مدار یا فرستادن فضاپیما به اطراف زمین به شدت بالا بره. تو بدترین حالت هم ممکنه ما رو کاملا محدود کنه، طوری که انگار رو زمین زندانی شدیم. اثر کسلر چیزی نیست که قرار باشه در آینده اتفاق بیفته. در واقع همین الان هم شروع شده، اما سرعتش هنوز خیلی پایینه. الان به طور متوسط سالی یه ماهواره بر اثر برخورد زباله‌های فضایی از بین میره. اما هرچقدر تعداد ماهواره‌ها بیشتر بشه، مقدار زباله‌های فضایی هم بیشتر میشه. در نتیجه اثر کسلر هم سرعتش به صورت تصاعدی بیشتر میشه. پس دو تا عامل میتونه جلوی بالا رفتن سرعتش رو بگیره. اول اینکه باید تا حد امکان برخوردای جدیدی اتفاق نیفته، یعنی زباله ها به ماهواره ها برخورد نکنن تا زباله های بیشتری تولید نشه. دوم اینکه همین زباله هایی که الان وجود دارن به یه شکلی از بین برن. مورد اول یعنی جلوگیری از برخورد الان داره انجام میشه. همین که هزاران قطعه زباله رو ردیابی کردیم و مسیر حرکتشون رو مشخص کردیم کار خیلی مفیدی بوده. یعنی مدار ماهواره‌ها طوری تنظیم میشه که سر راه این زباله‌ها نباشن. به این صورت که وقتی مرکز کنترل یه ماهواره متوجه میشه که تو ساعت‌ها یا روزهای آینده این ماهواره تو مسیر برخورد با یه زباله خطرناک قرار میگیره، با استفاده از موتورهای رانشی که رو ماهواره نصب شده یه مانور اجتناب از برخورد انجام میدن. یعنی در واقع ماهواره جاخالی میده تا اون زباله بهش برخورد نکنه. این جاخالی دادن برای ایستگاه فضایی بین المللی خیلی کارآمد بوده، طوری که تو 20 سال گذشته حدود 30 بار از این برخوردها فرار کرده که اگه این قابلیت رو نداشت خیلی سال پیش از بین رفته بود. اما بازم دو تا مشکل وجود داره که باعث میشه این جاخالی دادن ها 100% هم کارآمد نباشن. یکی این که همه ماهواره ها نمیتونن این کار رو انجام بدن، قابلیتشو ندارن. یکی هم این که فقط در مورد زباله هایی که قبلا ردیابی شدن میشه این کار رو انجام داد. یعنی برای اونایی که مثلا زیر 1 سانتی‌متر و ردیابی نشدن نمیشه کاری کرد، چون اصلا کسی متوجه نزدیک شدنشون نمیشه. اینا هر چقدر هم که ریز باشن بازم به خاطر سرعت خیلی بالایی که دارن میتونن باعث نابودی ماهواره ها بشن. یعنی حتی یه دونه پیچ ریز میتونه شبیه یه گلوله باشه که شلیک میشه به این ماهواره ها. الان به خاطر وسعت فضای اطراف زمین بازم احتمال برخورد این چند هزار تا زباله به ماهواره ها خیلی بالا نیست. اما همونطور که گفتم خطر واقعی وقتی پیش میاد که این برخوردها به صورت زنجیره‌ای باعث برخوردهای بیشتری بشن. پس جلوگیری از برخوردهای جدید تا حدودی میتونه اثر کسلر رو کنترل کنه، ولی هنوزم این برخوردها اتفاق میفتن. اما مورد دوم چی؟ یعنی حذف زباله هایی که الان وجود دارن. خب ما هنوز نتونستیم یه راه عملی برای از بین بردن زباله ها پیدا کنیم. روش های زیادی پیشنهاد شده. مثلا گفتن با استفاده از آهنرباهای قوی زباله های فلزی رو جذب کنیم، یا با استفاده از تورهای بزرگ جمعشون کنیم، یا مثلا با استفاده از لیزر بسوزونیمشون. ولی خب هنوز هیچ کدومشون عملی نشدن. اما همونطور که رو زمین خیلی وقتا طبیعت جور ما رو میکشه و آشغالای ما رو از بین میبره، تو فضا هم این اتفاق میفته. به این صورت که اون زباله هایی که تو مدارای نزدیک به زمین قرار دارن، همینطور که دور زمین میچرخن با مولکولای هوا که تو لایه های بالایی اتمسفر زمین هستن برخورد میکنن. این باعث میشه سرعت حرکتشون کمتر بشه، برای همین اثر جاذبه روشون بیشتر میشه و به سمت زمین کشیده میشن. هر چقدرم که به زمین نزدیکتر میشن، غلظت اتمسفر بالاتر میره، برای همین سرعت کند شدنشون هم بیشتر میشه. در نهایت به سمت زمین سقوط میکنن و بر اثر اصطکاک با مولکولای هوا میسوزن و از بین میرن. این میشه یه جور پاکسازی زباله ها که طبیعت داره به نفع ما انجام میده. البته خب این پاکسازی برای زباله های اتفاق میفته که به اندازه کافی به زمین نزدیک باشن. در مورد اونایی که فاصله شون زیاده ممکنه چند دهه طول بکشه، چون اون بالاها اتمسفر زمین خیلی رقیقه. تعداد مولکولایی که سر راه زباله ها قرار میگیرن خیلی کمه.
خوبیش اینه که مدارای نزدیک به زمین شلوغ‌ترین مدارا هستن، یعنی به دلایل مختلف مثل کم هزینه‌تر بودن یا ارتباط بهتر یا مسائل دیگه ماهواره‌های خیلی بیشتری نزدیک زمین قرار دارن. این پاکسازی طبیعی باعث میشه این مدارای شلوغ زباله‌هاشون زودتر از بین بره، در نتیجه احتمال برخوردا کمتر بشه. هرچند یه مشکل دیگه هم وجود داره، اونم اینه که همونطور که زباله‌های مدارای پایین‌تر سقوط می‌کنن به سمت زمین، زباله‌های مدارای بالاتر میان جاشون رو می‌گیرن. پس باید تولید زباله‌های جدید خیلی بیشتر کنترل بشه. این مقاومت اتمسفر درسته که باعث فرسایش مدار زباله‌ها میشه و از بین می‌برشون، ولی مشکلاتی هم ایجاد می‌کنه. یه نمونهش اینه که مدار اون زباله هایی که ردیابی شدن و مسیر حرکتشون مشخص شده تغییر میده. پس مشخصاتی که از زباله ها به دست میاریم نیازه که دائما آپدیت بشه، چون هرچی به زمین نزدیکتر باشن مدارشون با سرعت بیشتری تغییر میکنه. اگه این تغییرات رو در نظر نگیریم، ماهواره ها یا ایستگاه‌های فضایی نمیتونن در برابر زباله ها جا خالی بدن. یه مسئله دیگه هم که باعث نگرانی میشه بحث ماهواره‌های استارلینک. شرکت اسپیس ایکس تا الان، یعنی اوایل 2022، بیشتر از 2000 تا ماهواره برای اینترنت ماهواره‌ای فرستاده فضا. برای همینه که تو 2-3 سال اخیر تعداد ماهواره‌ها اینقدر رشد کرده. اما این تمام ماجرا نیست، چون تعدادشون قراره به 40,000 تا برسه. تازه این فقط مربوط به استارلینک، شرکت‌های دیگه‌ای هم هستن. خب مشخصه که هر چقدر تعدادشون بیشتر بشه، احتمال برخوردشون با همدیگه یا با زباله ها بیشتر میشه. البته اسپیس ایکس اعلام کرده که کنترل کاملی روی این قضیه انجام میده. یه مسئله دیگه هم اینه که مدار ماهواره‌های استارلینک خیلی پایینه. یعنی اگه تبدیل به زباله بشن، توی مدت کوتاهی بر اثر فرسایش مداری سقوط میکنن رو زمین. این خودش یه نکته مثبته، اما خب به هر حال هنوزم مشکل بزرگیه. آخرین موردی که دربارش صحبت میکنیم اینه که این زباله های فضایی امکانش هست به آدم های روزمین آسیب بزنن؟ جواب اینه که بله، ممکنه. پارسال تقریبا همین موقع بود، یعنی می 2021، که راکت لانگ مارچ چین از فضا سقوط کرد. هرچند تو اقیانوس هند فرود اومد و آسیبی به کسی نرسید، اما خب وقتی یه جسم چند تنی با این سرعت زیاد به یه منطقه مسکونی برخورد کنه، قطعاً خسارات و تلفات زیادی ایجاد میکنه. معمولاً هر چقدر کوچیکتر باشن احتمالش بیشتره که تو راه کاملاً بسوزن و چیزیشون به سطح زمین نرسه. سال 2018 ایستگاه فضایی تیانگونگ چین سقوط کرد تو اقیانوس. سال 1979 هم ایستگاه فضایی اسکایلب آمریکا سقوط کرد جنوب استرالیا، که اونم خوشبختانه تلفاتی نداشت. پس احتمال آسیب دیدن آدم های روزمین بر اثر سقوط زباله های فضایی وجود داره. اما خب از یه طرف اتمسفر زمین بیشترشون رو میسوزونه و از بین میبره، از یه طرف هم نسبت مناطق مسکونی به مناطق غیر مسکونی مثل دریاها و اقیانوسها و بیابونها خیلی کمتره، که این باعث میشه شانس برخوردشون به محل زندگی آدم ها کمتر باشه. ولی خب اگه تعداد این سقوط ها خیلی بیشتر بشه، قضیه فرق میکنه. چیزی که باعث نگرانیه اینه که تعداد ماهواره‌ها همجوری روز به روز داره بیشتر میشه، اما هنوز هیچ راه حل درست حسابی برای از بین بردن زباله‌های فضایی وجود نداره. پس به نظرم دو حالت داره: یا تو سالهای آینده تولید زباله‌های فضایی رو حسابی کنترل می‌کنیم تا به صورت تصاعدی رشد نکنه، یا اینکه همینجوری حریصانه فضای اطراف زمینم مثل خود زمین آلوده می‌کنیم، تا اینکه در نهایت اثر کسلر باعث میشه داخل یک کره ای از زباله‌های فضایی زندانی بشیم. بعدش هم مجبور بشیم چند دهه یا شاید هم چند قرن صبر کنیم تا دوباره مدارهای پایین زمین خالی بشن و بتونیم ماهواره‌های جدید ارسال کنیم. یا بدتر از اون، محدودیت فضا مثل همیشه باعث ایجاد جنگ بین قدرت‌ها بشه. شما هم لطفاً نظر خودتون رو درباره این مشکل زباله‌های فضایی بنویسید تا ویدیو بعدی بدون هیچ ترسی سوال بپرسید.